سلام به پنجمین برنامه صفحه دو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم به همراه همکارانم مهنوش پورزیایی، هادی نیلی و سام فرزانه. هر سه از واشنگتن نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات هفته گذشته در فضای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در هفته‌ای که روزهای آغازینش با وضعیت جسمی دونالد ترامپ بعد از اعزام به بیمارستان و خبرهای مربوط به آن گذشت، میانه‌اش با مناظره معاونان کاندیداهای ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد. در پایان هفته تلاش برای عادی کردن وضعیت توسط شخص دونالد ترامپ و در مقابل تلاش نانسی پلوسی از تیم رقیب برای تشکیل کمیته‌ای درباره وضعیت سلامتی او. Congress has a constitutional duty to lay out the process by which a president is. کنگره وظیفه قانونی دارد که راه و روش کنار گذاشتن رئیس جمهوری را که قادر به انجام کارهایش نیست مشخص کند. از هر حزبی که باشد، کمیسیونی از مقام‌های سابق و متخصصان پزشکی تشکیل می‌شود که از هر دو حزب هستند. آمادگی رئیس جمهوری برای انجام وظایفش باید توسط دانشمندان و واقعیات بررسی شود. این قانون برای رؤسای جمهوری آینده است، اما سلامت این رئیس جمهور باعث شد که ما به فکر لزوم این قانون بیفتیم. But we are reminded of the necessity of action by the health of the current president. نانسی پلوسی بود که مشخص است دموکرات است و علاقمند به اینکه به نوعی دخالت بکنه در این وضعیت. ولی مهنوش، تو برای ما توضیح بده دقیقاً کاری که خانم پلوسی از دیروز شروع کرده و امروز بالاخره اعلام کرده چیه و چه کاری میخواد پیش ببره؟ طرح پیشنهادی خانم پلوسی تشکیل یک کمیسیون هست که 17 نفر عضو داشته باشه از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها و این 17 نفر بتونن تصمیم بگیرن که آیا رئیس جمهوری وقت برای ادامه وظایف و تصمیم‌هاش از سلامتی کافی برخوردار هست، توان اونها رو داره یا نه. ولی از نظر اجرایی این کار فارغ از تصمیم این کمیسیون احتیاج خواهد داشت به تأیید مکتوب یک معاون رئیس جمهوری و موافقت اعضای کابینه او به صورت جدی، و پیش از همه اینها باید تبدیل به قانون باشه که طبق صحبت کارشناس ها طرح خانم پلوسی شانسی برای تبدیل شدن به قانون نداره در این مرحله. این امندمنت 25 که راجبش صحبت میکنه، یا اصل قانونی 25 اصل قانون اساسی، چی میگه؟ اگه یه مقدار بیشتر برامون توضیح بدی. اون چیزی که در واقع این ماده قانونی در قانون اساسی مطرح میکنه مربوط به همین زمانی هست که رئیس جمهوری تشخیص داده میشه که از نظر سلامتی قادر به انجام وظایف قانونی خودش نیست و بر اساس اون وظیفه او منتقل میشه به رسماً به معاون رئیس جمهوری و از اون به بعد به صورت موقت یا به صورت دائمی معاون رئیس جمهوری هست که وظایف رو انجام میده. اگر رئیس جمهور دوباره توانایشو کسب کرد، دوباره میتونه به وظایفش ادامه بده. ولی روشن هست، کاملا روشن هست که از طرف مقابل دونالد ترامپ علاقه ای نداره به این بحث به دلایل روشن، و خیلی داره سعی میکنه بگه که من حالم خوب هست. بخشی از صحبت های رو بعد از اینکه از بیمارستان اومد بشنویم. Don't let it dominate you. Don't be afraid. نگذارید که بر شما غلبه کند. ازش نترسید. ما بهترین تجهیزات پزشکی و داروها رو داریم. همه را هم اخیراً درست کرده ایم. من می توانستم دو روز پیش از بیمارستان مرخص شوم. دو روز پیش خیلی حالم خوب بود. بهتر از آنچه که در 20 سال اخیر بودم. من جلو ایستادم و رهبری کردم. هیچ رهبری در جهان کاری که من کردم را نمی کند. می دانم که ریسک و خطر هم بود، اما اشکال ندارد. الان خوبم و شاید حتی بدنم ایمن شده باشد. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. خب خیلی صحبت‌ها شبیه بقیه صحبت‌هایی است که از دونالد ترامپ شنیدیم ظرف ماه‌های گذشته. چه واکنشی داشته سام این حرف‌هایی که او زده؟ این صحبت‌های آقای ترامپ و همین اصلا شیوه‌ای که آقای ترامپ اومد و وارد کاخ سفید شد، اینها خیلی به یک نمایش بزرگ سیاسی شبیه بود. همه اون برنامه ریزی شده بود. ساعت 6:30 بعد از ظهر میخواستن این کار انجام بدن که همزمان هست با شروع پخش اخبار شبانگاهی در
شبکه‌های سراسری آمریکا و آقای ترامپ خیلی خوب برنامه‌ریزی شده بود، همه چیز که با هلیکوپتر بیاد، از کجا بره بالا، حرکت‌های دوربین، همه چیز حساب شده مثل یک برنامه تلویزیونی بود و قرار بود این پیام رو برسونه که رئیس جمهوری آمریکا تونسته این بیماری رو شکست بده، از او یک قهرمان بسازه و اون پیامی که آقای ترامپ سعی کرده بود تمام این مدت برسونه که این بیماری نباید باعث بشه که سرزندگی از جامعه آمریکا بره و مردم نباید احساس شکست بکنن در مقابل اون. آقای ترامپ بارها در مورد خودش گفته که کسی هست که میخواد یک جوری سرزندگی رو به مردم بازگردونه و برای همین هم هست که خیلی وقتها مثلا گفتش که در مورد اینکه این ویروس چقدر میتونه کشنده باشه با مردم حقیقت رو در میون نگذاشت و حالا این رو هم در کنار اون قرار بدیم که داره سعی میکنه به مردم امید بده، قوت قلب بده که آره همه چیز به سمت بهتر شدن میره و این فیلم و این مدلی که اصلا وارد شد هم در واقع یکی از سلسله کارهاییه که در این زمینه آقای ترامپ داره انجام میده. به نظر میاد که دموکرات ها واقعا با یک شرایط خیلی استثنایی روبرو شدن الان، حتی در مناظره هریس و پنس همین به چشم میومد، ولی مشخص هست که کلن کمپین بایدن داره خیلی دست به عصا را میره برای اینکه مردم رو در واقع واکنششون رو برنینگیزه به نفع آقای ترامپ، برای اینکه میترسه که حتی کوچکترین حرفی در مورد این بیماری باعث بشه که مردم بگن که واقعا بیرحمانه دارید یک مرد مریضی رو مثلا هدف قرار میدید. اینطور نیست هادی؟ به نظر میاد که خیلی مواظبن که این تصویر رو ندن. اگر اونطور که خود دموکرات ها و کارزار انتخاباتی آقای بایدن امیدوار هستند نظرسنجی ها درست باشه، او به نظر میرسه در سطح ملی با مثلا نزدیک به 10%، بعضی نظرسنجی ها بیشتر از 10%، بعضی کمتر جلوتر است از دونالد ترامپ و در سطح ایالت هایی که تعیین کننده هست هم با چند درصد حداقل جلوتره و حداقل خود ستاد انتخاباتی آقای بایدن و خیلی دیگه از ناظران انتخاباتی امیدوارند که اونهایی که در واقع منتظر کنار رفتن دونالد ترامپ از قدرت هستن امیدوارند که او آقای بایدن در انتخابات پیروز باشه. به این ترتیب شاید فعلا تمرکز ستاد انتخاباتی جو بایدن بیشتر بر این باشه که تا جایی که ممکنه چیزی رو خراب نکنه، یعنی همین وضع رو حداقل حفظ بکنه، بلکه حالا اگه بتونه تقویت بکنه، تحکیم بکنه وضع خودش رو در ایالت‌های تعیین کننده، ایالت‌هایی که ممکنه به دموکرات یا جمهوری خواه رأی بدن، ایالت‌هایی که در نهایت نتیجه رو تعیین می‌کنن. به این ترتیب در طول بیماری آقای ترامپ هم ما دیدیم که مثلا کارزار انتخاباتی جو بایدن گفتن که آگهی‌های منفی علیه دونالد ترامپ رو دیگه پخش نمی‌کنن. البته الان که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید به نظر می‌رسه که هم شخص جو بایدن و هم کارزار انتخاباتی او باز هم برگشتن به روند قبلی که بیش از هر چیز به هر حال تاکیدشون بر اینه که اگر دونالد ترامپ رو نمی‌خواهید، اگر راضی نیستید از وضع کشور در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به جو بایدن نامزد دموکرات‌ها رأی بدید. این هست که مقداری به نظر میرسه دموکرات‌ها دست به عصا هستن در اینکه چقدر برنامه‌ریزی بکنن برای حمله. چون اشاره کردی به نظرخواهی‌ها، جالبه بگم که همین هفته که گذشت آقای ترامپ هم یه نظرخواهی منتشر کرد که هیچ شباهتی به این چیزی که تو گفتی نداشت. اون یکی اون یه مورد دقیقاً برعکس بود و آقای ترامپ 10% جلو بود و ادعا هم میشد از طرف اون کسایی که در اون نظرسنجی رو انجام داده بودن که این نظرسنجی هم برگزیت رو درست تشخیص داده بوده، هم دور پیش در مورد اینکه آقای ترامپ پیش هست که میدونیم که اغلب نظرسنجی ها اشتباه کردن دور قبلی رو. چطور دیده میشه اصلا واقعا این نظرسنجی ها رو؟ چقدر الان میشه جدی گرفت با توجه به همه حرف و حدیث هایی که در مورد نظرسنجی ها در دوره های گذشته، در به خصوص بعد از برگزیت و دوره قبلی انتخابات آقای ترامپ بود؟ یه تصویری که در واقع گاهی اوقات غلط انداز میشه در مورد نظرسنجی ها این هست که اونها خود کسانی که نظرسنجی میکنن هم ادعا ندارن که این لزوما پیش بینی آینده است، پیش بینی این کمتر از 4 هفته آینده است. خود کسانی که نظرسنجی میکنن، کسانی که کارشون این نظرسنجی ها و پیمایش های اجتماعی هست، تاکید میکنن که این حد اکثر یک عکس آنی از اون لحظه هست وقتی که نظرسنجی انجام شده. اینکه در این هفته های بعدش چه میشه، اینکه آیا چقدر نمونه گیری ها لزوما دقیق بوده، اون هم وقتی که بحث این پیش میاد که در بعضی ایالت ها که تعیین کننده هست رأیشون در حد 2-3% اختلاف وجود داره، خب اون حاشیه درستی نظرسنجی چه میشه؟ اون حاشیه ها بعضی وقتا تو همین حده. بعضی وقتا شاید کسانی که نظرسنجی کردن بتونن اینطور شونه خالی کنن از نتیجه نهایی که بگن ما حاشیه درست
درستی نظرسنجی اعلام کرده بودیم. ولی من وقتی که مثلا تو همین چند روز اخیر به ایالت پنسیلوانیا رفتم، به ایالت کارولینای شمالی رفتم، دو تا ایالتی که خیلی تعیین کننده است و معلوم نیست از الان که لزوما کدوم نامزد رای بیاره قطعی، اینها وقتی با رای دهنده ها حرف میزنی براشون مثل شمشیر دو لبه است نظرسنجی. بعضیشون میگن که اگر نظرسنجی اینه پس خیال ما راحته، اونایی که طرفدار جو بایدن خیال ما آیا راحت باشه که رای ندیم. بعضی دیگه هم که مثلا طرفدار دونالد ترامپ هستن و احساس میکنن در نظرسنجی ها نظرشون لحاظ نشده، باز هم بیشتر بی‌اعتماد میشن به نهادهایی که این نظرسنجی ها رو انجام میدن و به رسانه هایی که اونها رو منتشر میکنن. بله، به این ترتیب از خود رای دهنده ها که بپرسی براشون نظرسنجی ها لزوما انقدر ملاک نیست که شاید رسانه ها هر دو هم مهنوش هم سام میخواد سوال کنه. مهنوش تو اول شروع کن بگو. میخوام اینجا اشاره کنم، یکی این که طبیعیه که من امروز دقیقا چک کردم همین فاکس نیوز که در واقع از حامیان آقای ترامپ هست، خبری شبکه خبری فاکس نیوز امروز توی در واقع خبرهایی که داشت پیش بودن 10% جو بایدن رو اعلام کرده. این خبر یک از چشم آقای ترامپ دور نیست به هیچ وجه. حالا خودش اگر نظرسنجی دیگه رو با توجه به مسائل تبلیغاتی منتشر میکنه اون یه چیز دیگه است. منتها به شدت ناراحت، طبیعیه که میخواد هر چه زودتر به کارزار انتخاباتی برگرده و الان روبرو شده با یک همچین بیماری. دکترش مرتب داره میگه که او حالش خوبه، خودش مرتب میگه حالم خوبه، ولی هیچ تا اینجا میبینیم که کفایت نکرده. الان همین کمتر از یک ساعت پیش این خبر منتشر شد که امشب آقای ترامپ قراره به اولین مصاحبه تلویزیونیش رو با فاکس نیوز به صورت زنده انجام بده و یک پزشک که اسمش هست دکتر سیگل و از کسانی هست که معمولا با شبکه فاکس نیوز صحبت میکنه قرار هست همزمان آقای ترامپ رو معاینه کنه جلوی دوربین. اینکه این معاینه به چه صورت هست، آیا از او میخواد آزمایش خون بگیره، آزمایش کرونا بگه، هیچ جزئیاتی نمیدونیم. ولی این نشون میده که چقدر آقای ترامپ اصرار داره که این فرصت از دست رفته رو به دست بگیره، دوباره به کارزار انتخاباتی برگرده، به خاطر اینکه خیلی فاصله کمی تا انتخابات داریم. اما این رو هم باید اضافه کنم که دکتر سیگل کسی هست که با نگاه آقای ترامپ به بیماری کرونا هماهنگی زیادی داره، معتقد کرونا با آنفولانزا فرقی نمی‌کنه و در این حال از حامیان جدی هیدروکسی کلروکوئین هست. اشاره جالبی کردی، چون آقای ترامپ هم در مورد مناظره های بعدی که گفته بودن باید به صورت مجازی برگزار بشه گفته قبول ندارم، مناظره مجازی به درد نمیخوره و نمیخواد در اونها شرکت بکنه. سام میخوای صحبت کنی یا بریم سراغ مناظره هریس و پنس بعد صحبت میکنی؟ اینجوری که میگی دیگه روم نمیشه بگم میخوام صحبت کنم. خب پس صبر کن، چون میترسم وقت نرسه به اون مناظره. یه بخشی از صحبت‌های هریس، سناتور هریس و معاون رئیس جمهوری مایک پنس رو بشنویم که جالب هست یه حسی از این مناظره بگیریم. Are you and Joe Biden going to pack the court if Judge Amy Coney Barrett is confirmed? اگر خانم برت برای پست قاضی دیوان عالی انتخاب شود، شما و جو بایدن تعداد اعضای دیوان عالی را بیشتر می کنید. از زمان جورج واشنگتن تا باراک اوباما 29 بار در سال انتخابات پست قاضی دیوان عالی خالی شد و رئیس جمهوری هم یکی را برای این پست انتخاب کرد. اما حزب شما می گوید که اگر خانم برت رای بیاورد، تعداد اعضای دیوان عالی را بیشتر می کند. 150 سال است که تعداد اعضای دیوان عالی 9 نفر بوده. یعنی چون نمیتوانید با قواعد بازی ببرید، قواعد را عوض میکنید. هم شما و هم جو بایدن به این سوال جواب نمیدهید. مردم آمریکا میخواهند بدانند آیا تعداد اعضا را بیشتر میکنید. من خیلی خوشحالم که درباره تاریخ صحبت میکنیم. در 1864 لطفاً جواب سوال را بدهید. آقای معاون، دارم صحبت میکنم. مردم آمریکا همین الان در حال رای دادنن و باید انتخاب آنها مطرح باشه که چه کسی تا آخر عمرش باید تو این سمت باقی بمونه. بی بی سی فارسی مناظره رو به صورت زنده پخش کرد. خیلی ها نیمه شب در لندن بیدار بودن، بقیه جای دنیا، و دیدن. من خوشحالم که بیدار نموندم، چون بعدن شنیدم که خیلی تو ذوق همه خورده بود. اون توقعی که داشتن مثل اینکه برآورده نشد. سام، واقعا فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟ این پوشش پلاستیکی مقابل دو طرف، مجری برنامه، چه چیزی بود که اساساً اون حسی که همه توقع داشتن منتقل نشد با این مناظره؟
شاید مهمترین دلیلش این بود که شخصیت هایی که روی صحنه بودند متفاوت بودند و هر کدوم اونها به دلیلی آدم های جنجالی نمیتونستند باشند اون شب. آقای پنس کلن معروف هست به مؤدب بودن، به اینکه آرام صحبت میکنه و حتی منتقدانش میگن با پنبه هم سر میبره، اما باز هم از آرامش خودش بیرون نمیره و سعی میکنه آرام باشه. خانم هریس در مقابل کسی هست که در سنا که صحبت میکنه در جلسات سنا خیلی آتشین و خیلی با شور و حرارته، اما به دلیل اینکه این تصور همگانی وجود داره که اگر مثلا زنی، اونم یک زن رنگین پوست، بخواد خیلی از در واقع با هیجان صحبت بکنه و خیلی حمله بکنه به رقیب خودش در مناظره، ممکنه اینطور دیده بشه که فرد عصبی هست و رای دهنده ها رو از خودش دور بکنه. بسیاری معتقد بودن یکی از دلایل اینکه خانم کلینتون نتونست در سال 2016 رای بیاره همین ترسی است که مردم از مثلا یک زن قوی دارن. خانم هریس به نظر می اومد و بسیاری همین رو می گفتن که سعی می کرد یک مقداری لحن خودش رو آروم بکنه، اونطور حمله نکنه، و در مقابلش هم البته کسی بود که خیلی شاید فرصت نمی داد که این کار رو انجام بده. نکته دیگه ای هم که هست اینه که این دو نفر کسانی هستند که به نظر رای دهنده خیلی زود امکان داره رئیس جمهور بشن. هر دو نامزد بالای 70 سال سن دارن و هر کدوم اونها ممکنه نزدیک به 80 سال بیشتر در واقع. بله در مورد آقای بایدن و اینا، هر کدوم اینها ممکنه مشکلات جسمانی داشته باشن که از چشم ما پنهان هست و خب این دو نفر ممکنه که رئیس جمهوری بشن. برای چی اینها اون موقع باید سعی کنن یه مقداری آرامتر صحبت کنن؟ برای اینکه این اطمینان رو بدن که خب بله، اگر شما مثلا دارید به یکی از این دو نفر رأی میدید، حواستون باشه که این نفری هم که به عنوان معاون داره معرفی میشه، او هم ممکنه روزی رئیس جمهور بشه، بنابراین او رو هم با یک نگاه خریدارتری رای دهنده نگاه میکنه. به این دلایل به نظر میرسه که یک مقداری این دو نفر سعی کردن آتش رو بخوابونن. و البته این تیکه هم که دیدیم از این جهت اهمیتی داره که یکی از سوالهایی رو آقای پنس اینجا خانم هریس رو مجبور میکنه به سوالی جواب بده که خیلی آقای بایدن و خانم هریس نمیخوان جواب بدن، و اون در مورد اضافه کردن تعداد اعضای دیوان عالی است که خب حالا دموکرات‌ها دارن نگاه میکنن که 6-3 داره به نفع محافظه‌کارها در دیوان عالی ورق بر میگرده، و اونها تهدید کردن دموکرات‌ها که خب حالا ما ممکنه بخوایم که اصلا تعداد اعضا رو ببریم بالا که مثلا از 9 تا بشه 15 تا، اون موقع ما آدم‌های جدیدی اونجا معرفی میکنیم و دیوان عالی رو به نفع خودمون برمیگردونیم وضع سیاسیش رو. این بحث دیوان عالی خیلی جالب هست از این منظر که به هر حال تاثیر خیلی جدی روی زندگی نسل‌های متعدد از آمریکایی‌ها در آینده خواهد داشت، نگاهی که این قاضی‌ها دارند به مسائل مختلف. هادی، چطور دیده شد این اظهار نظر رو در نظرخواهی‌ها یا کسانی که حالا این برنامه و این مناظره رو دیدن؟ کلا اصلا این مناظره رو چطور دیدن؟ کی رو برنده احساس کردن در این مناظره؟ تعبیر به اینکه کدام در واقع فرد در این مناظره ها برنده است خیلی وقتا همپوشانی داره و نزدیک هست به اینکه اون کسانی که دارن نظر میدن به کدوم برگرایش دارن. البته شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا اغلبشون تلاش کردن با جمع کردن یک گروهی از افرادی که حداقل گفتند که هنوز تصمیم نگرفتن، که یه مقدارم عجیبه کسی تا این لحظه انتخابات آمریکا هنوز تصمیم نگرفته باشه که جو بایدن میتونه نماینده او باشه در دولت یا دونالد ترامپ، ولی خب این افراد جمع میکنن و از اونها میخوان که نظر بدن کدوم برنده بود و امیدوارن که اون نماینده خوبی باشه از آرا. و خیلی هم خب بستگی داشت به این گرایش خود این شبکه ها. ولی به نظر میرسه که این تفره رفتن های مثلا خانم هریس، اگه مثال بزنیم در مورد مناظره، تفره رفتن های او در مورد همین مثلا سوال دیوان عالی دو گروه رو ممکنه که سرخورده ناامید بکنه. یه گروه کسانی که گرایش محافظه کار دارن ولی با دونالد ترامپ هم همراه نیستن و ممکنه براشون در واقع باش با این کنار بیان که جو بایدن رئیس جمهور بشه و کاملا هریس معاون او بشه، ولی اینکه اگه بدونن که او میخواد این دو نفر میخوان در دولتی که در پیش خواهد بود مثلا تلاش بکنن برای افزایش کرسی های دیوان عالی که محافظه کارا دستشون ضعیف‌تر بشه، خب برای محافظه کارا نگران کننده است. اونها جواب نگرفتن. خود آقای بایدن هم الان میگه که بعد از انتخابات میخواد در این مورد نظرشو بگه، که خورده برای کسی که بخواد رأی بده ممکنه عجیب باشه که اگر رأی لازم دارین
چرا الان به رای دهنده صادقانه نمیگین؟ اگر نگرانی که این اعلامش کسانی رو در واقع سرخورده بکنه از شما، یا باعث بشه حتی دونالد ترامپ تقویت بشه موضعش، برای اونها هم ناامید کننده است. یک گروه دیگری که ممکنه این براشون ناامید کننده باشه، کسانی هستن که به اصطلاح لیبرال هایی هستن که ترقی خواهانی هستن که این رو میخوان از جو بایدن و کامالا هریس که در مورد دیوان عالی فکری بکنن، چون دیوان عالی همین الان هم به نوعی محافظه‌کارا دست بالاتر دارن، ولی خب چون بینابین بوده و بعضی وقتا قاضی ارشد دیوان عالی حتی به نفع لیبرال ها و دموکرات ها رأی داده، تا الان قطعی نبوده. ولی اگر دونالد ترامپ بتونه تو این مدتی که از ریاست جمهوریش باقی مونده گزینه جدیدی رو که خانم برت معرفی کرده بفرسته به دیوان عالی، اون وقت حتی اگرم جو بایدن رئیس جمهور بشه، دست دموکرات ها بر دمر دیوان عالی بسته است، مگر اینکه کسی از محافظه‌کارا استعفا بده، کنارگیری بکنه یا در واقع چون مادام العمر هست عملا این سمت، اگه کسی از اونها بمیره ممکنه که بتونن دموکرات ها کسی رو بفرستن. به این ترتیب شاید این نمونه باشه از بدشانسی دموکرات ها بوده که هر قاضی که فوت کرده در دوره‌ای بوده که جمهوری خواه سر کار بودن و اونها تونستن در واقع قاضی مورد علاقه خودشون رو بزنن. سام می‌خواستی چیزی بگی؟ یه نکته هادی گفت در مورد اینکه عجیب به نظر میرسه که تا الان کسی تصمیم خودش رو نگرفته باشه. میخوام بگم که توی نظرسنجی ها تعداد کسانی که تصمیم نگرفتن به کدوم نامزد میخوان رأی بدن امسال از سالهای پیش در همین زمان کمتره، و امروز من صحبت یک متخصص نظرسنجی رو گوش میکردم و اون میگفتش که به همین دلیل حتی امکان این که بشه امسال بیشتر اهمیت داد به این نظرسنجی ها و بیشتر حرفشون رو پذیرفت وجود داره، به خاطر اینکه نسبت به دوره های قبل الان تعداد افراد کمتری هستن که نمیدونن میخوان چی کار بکنن. و من هم واقعا نمیدونم این شبکه های تلویزیونی از کجا پیدا میکنن کسانی که میگن که ما نمیدونیم به کی میخوایم رأی بدیم، برای اینکه اونقدر جامعه آمریکا دو قطبی شده و اونقدر دو طرف حرف هم دیگر اصلا گوش نمیکنن که بعید همچین موجوداتی اصلا وجود داشته. سام جالب اینو میگی، پس برای چی با این اصرار آقای ترامپ میخواد برگرده به کمپین انتخاباتیش؟ چون به نظر میاد که او فکر میکنه که باید باشه در صحنه و یه جوری رأی بگیره. من بزن بهتون اینو بگم، آقای ترامپ هی را میره میگه که آقای بایدن 47 سال در سیاست بوده. آقای ترامپ نبوده. آقای ترامپ 4 سال 5 سال اومده توی سیاست و تونست اون سالی که اومد سال 2015 اعلام کرد میخواد وارد این انتخابات بشه، حدود 17-18 تا جمهوری خواه دیگر که سناتور بودن، فرماندار بودن، نماینده مجلس بودن، اینها رو تونست بذاره کنار. کسیه که بلد به جنگه و روحیه جنگنده داره و مطمئناً به این سادگی آقای ترامپ نمیپذیره که شکست خورده یا مثلا وضعیت خوبی نداره. از هر امکانی استفاده میکنه، مثل همین که صحبتش شد، این که بره توی تلویزیون مثلا دکتر نبضشو بگیره. بله. بگو مهنوش. من میخوام یه نکته رو اضافه کنم که 4 سال پیش یک دو روز اگر به عقب برگردیم، یعنی 7 اکتبر، امروز 9 فکر میکنم، 7 اکتبر روزی بود که نوارهای معروف به نوارهای هالیوود در اومد، نوارهایی که آقای ترامپ درش مشخص شد که صحبت میکنه از تعرض به زنان و اینکه چطور میره مثلا آلات تناسلی اونها رو به زور میگیره، یا و این قوقایی که به پا کرد در رسانه های آمریکا و افکار عمومی بسیار بسیار زیاد بود. چی شد بعدش؟ آقای ترامپ پیروز انتخابات بود. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع ایمیل های خانم هیلاری کلینتون بعد از این نوار منتشر شد و در واقع بزرگ شد و یک وضعیتی شد که دموکرات ها دیگه نتونستن مهار اون رو به دست بگیرن. بنابراین طبیعیه که آقای ترامپ حتی با این فرصت کمی که مونده به انتخابات بخواد که این فرصت از دست رفته رو جبران کنه، بخواد که دوباره به کارزارهای انتخاباتی برگرده و به همه ثابت کنه که نه، او هست که اونطوری که دلش میخواد پیروز میدان باقی مونده. درسته. ما فقط 2 دقیقه وقت داریم. من میخوام یه چیزی رو از هادی بپرسم، چون چند نفر برای ما اینو سوال فرستادن. این قضیه‌ای که به لحاظ قانونی چطور یکی از دو نامزد ممکنه که بگن ما نمیپذیریم؟ چجوری میتونن به لحاظ قانونی چالش کنن نتیجه انتخابات رو؟ در واقع جواب این سوال اینه که وقتی نتیجه انتخابات تو آمریکا معلوم میشه که یکی از دو نامزدی که رأی کمتر آورده قبول بکنه، رأی کمتر منظور رأی الکتوراله،
قبول بکنه که شکست خورده، اتفاقی که در همه این دوره ها افتاده. اگر این دوره هیچوم از دو نامزد قبول نکنن، در واقع روند شماره 4 رو باید ادامه پیدا بکنه. در واقع توی این دوره انتخابات ریاست جمهوری وقتی که یکی از دو نامزد شکست رو قبول کرده در دوره های قبلی، قبل از این بوده که آرا تا آخر شمرده بشه. اگر این بار هیچوم از دو نامزد، یعنی نتایج جوری نباشه که هیچوم از دو نامزد زیر بار نره که شکست خورده، این شمارش ادامه پیدا میکنه و بعد تازه ماجرا این خواهد بود که مثلا این کارزار این نامزد بگه فلان صندوق در فلان شهر در فلان ایالت مخدوشه، ما نمیدونم در موردش تخلف دیدیم، حالا دادگاه اینو بررسی بکنه، اگه صندوق رو باطل بکنن آرا عوض میشه. و چون نظام انتخاباتی در آمریکا به نوعی نظام همه یا هیچه، یعنی در هر ایالتی تقریبا اینجوره که هر کس اون ایالت پیروز بشه، حتی مثلا شما بگیم با چند صد رأی نتیجه اون ایالت به حساب اون ریخته میشه، آرای الکترال به حساب اون ریخته میشه، همین آرای صندوق ها هم مهم خواهد بود، همان که قبلا در دوره هایی که مناقشه شده مهم بوده. ممنونم از هر سه شما مهنوش، هادی و سام، و ممنونم از همراهی شما بیننده ها با این برنامه ویژه صفحه 2 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. یادآوری کنم که این برنامه رو میتونید روی یوتیوب هم تماشا کنید، یا صدای اون رو میتونید در تلگرام یا اپلیکیشن های پادکست بشنوید. سام فرزانه به طور ویژه روی پادکست های مجموعه کار میکنه تا یه کار شاسه رفته تحویل بده، و شما هم اگر مثل من صدا رو به تصویر ترجیح میدید اونا رو از دست ندید. پادکست برنامه در اپلیکیشن پادکست. شب و روزتون خوش.